دانشمندان سعی دارند با الهام از تکنولوژی بکاررفته در ساخت واکسن‌های کووید 19 بیماری‌های مرگباری مثل سرطان و ایدز را درمان کنند. حجم مرگبار کرونا در سراسر جهان باعث شد دانشمندان برای نخستین بار واکسنی با استفاده از تکنولوژی mRNA تولید کنند. واکسنی که از پروتئین میخمانند سطح ویروس کرونا برای ایجاد ایمنی در برابر آن استفاده می‌کند. به دنبال نتایج مؤثر آزمایش‌های بالینی و واکسیناسیون موفقیت‌آمیز میلیون‌ها نفر با واکسن‌های کرونایی ساخته شده بر پایه mRNA، محققان به بررسی این موضوع پرداختند که این کشف چگونه می‌تواند درمان برخی بیماری‌های علاج‌ناپذیر را دچار تحول کند. دانشمندان مرکز سرطان MD اندرسون دانشگاه تگزاس در آستانه آغاز تحقیقات برای درمان سرطان با استفاده از mRNA هستند، چون به عقیده آنها این تکنولوژی میتواند از بروز مجدد سرطان در افراد جلوگیری کند. احتمال عود سرطان بسته به نوع آن متفاوت است و افراد دارای سرطان‌های تخمدان، مثانه و گلیوبلاستوما بیشتر از سایر بهبودیافتگان انواع دیگر سرطان در معرض خطر بروز مجدد این بیماری قرار دارند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مقادیر بسیار کمی از سلول‌های سرطانی پس از درمان نیز در بدن باقی می‌مانند و در صورت افزایش یافتن می‌توانند عود سرطان را در پی داشته باشند. دانشمندان امیدوارند واکسن‌هایی بر پایه mRNA برای انواع سرطان‌ها بسازند که سلول‌های ایمنی بدن را برای از بین بردن سلول‌های سرطانی باقی‌مانده ترغیب کند و در نتیجه افراد درگیر این بیماری به طور کامل بهبود یابند. در همین راستا دانشمندان دانشگاه اسکریپس واقع در کالیفرنیا نیز در حال بررسی از بین بردن ویروس HIV با استفاده از واکسن‌های mRNA هستند. این دانشمندان در ماه فوریه توانستند یک واکسن HIV تولید کنند که در مرحله نخست آزمایشات بالینی در 97% شرکت کنندگان باعث ایجاد سلول‌های ایمنی نادر در برابر ایدز و تولید آنتی‌بادی شد. محققان قصد دارند در مطالعات خود از تکنولوژی mRNA در توسعه و بهبود عملکرد این واکسن‌ها بهره ببرند، درست مانند واکسن‌های کووید 19 که به پروتئین میخمانند ویروس کرونا می‌چسبند و ویروس را از بین می‌برند. واکسن HIV نیز می‌تواند عملکرد مشابهی در شناسایی و از بین بردن ویروس‌های ایجاد کننده بیماری ایدز داشته باشند، بیماری مهلکی که تاکنون حدود 76 میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده و نزدیک به 33 میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است.